امروز موضوع گفتگوی ما در رابطه با حمله موشکی پنجشنبه شب به کمپ لیبرتی هست، 7 آبان برابر با 29 اکتبر، و مهمان برنامه امروز ما آقای شهرام گلستانه هستن. آقای گلستانه سلام میکنم خدمتتون، ضمن خسته نباشید تشکر میکنم که وقتتون رو امروز در اختیار رادیو ایراگوا گذاشتید و خیلی خوش آمدید. من هم متقابلا خدمت شما و همینطور خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا و همه هموطنانم در هر کجایی که هستن و صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم و از دعوتتون از من تشکر میکنم. خواهش میکنم. آقای گلستانه، فکر کردم در ابتدا برامون بگین که حمله موشکی رژیم ایران به کمپ لیبرتی چند کشته و زخمی بر جا گذاشته و کلن رژیم چه هدفی داشت؟ آیا میخواست به این ترتیب قدرت نمایی بکنه؟ والا تعداد شهدای کمپ لیبرتی تا الان 23 نفر بوده. میدونیم طبق اطلاعیه هایی که اول صادر شد حال 3 تن از مجروحین هم خوب نیست، تعداد مجروحین بسیار زیاده. تعدادی که در بیمارستان ها و بیمارستان بغداد در واقع بستری شدن اول 22 نفر ولی بعد ظاهرا تا 32 نفر بوده، ولی به هر صورت شما میتونین تصور کنین با این حجم از آتشباری که شاید صحنه هاش رو دیده باشید و با این حجم از موشک باران طبیعتاً تعداد مجروحان غیر بیمارستانی هم بسیار زیاد خواهد بود. با توجه به مساحت لیبرتی البته. بله، چون میدونین لیبرتی از نظر مساحت بسیار کوچکه و هر گونه حتی انفجار ساده در اون میتونه باعث تلفات و زخمهای زیاد بشه. درسته. آقای گلستانه، آخرین باری که کمپ لیبرتی هدف موشک قرار گرفت کی بود؟ یادتون میاد؟ در اکتبر 2013 اگه اشتباه نکنم. به هر حال در نزدیک به 2 سال پیش بود، حالا ماهش دقیقا یادم نیست ولی حدس میزنم در اکتبر 2013 بود. البته در اون زمان هم نوع موشک ها در واقع نوع آتشباری به همین صورت بود ولی بسیار کمتر و تعداد کشته و مجروح بسیار کمتری بود. و در اون زمان امریکا در واقع صحبتی که می کرد این بود که هنوز خیلی از چیزا آماده نیست، ولی الان بعد از 2 سال واقعا مسئولیت اصلی متوجه امریکا که حفاظت مکتوب از ساکنین رو به عهده گرفته هست و هیچ توجیهی برای این نمیشه پیدا کرد. حالا من سوال دارم سر موضع آمریکا و صحبت میکنیم سر موازی که گرفته شده، محکومیت هایی که شده حداقل در رابطه با این حمله موشکی، ولی اجازه بدین اول ما یک نگاهی داشته باشیم به نقش این ماموران وزارت اطلاعات که در پوش خانواده، هرچند نه مرتب ولی به هر حال هر دفعه که اینها دورور یا کمپ لیبرتی بودن یا دورور کمپ اشرف سرکلشون پیدا میشد، یا حمله بوده یا موشک باران بوده یا حمله زمینی بوده، نقش اینها توی این حمله به خصوص چی بوده؟ به طور کلی هر وقت که رژیم از جایی مستأصل میشه، این رژیم از اول پیدایشش بحرانزی، بحرانزا و صادرکننده بحران بوده، همواره برای زهر چشم گرفتن از مخالفینش، چه اون زمان در داخل کشور و چه همین الان از زندانیان سیاسی در داخل کشور یا مخالفین و مبارزین در خارج و به خصوص مجاهدین خلق در قبلن کمپ اشرف الان کمپ لیبرتی، زمینه های به اصطلاح سیاسی و خوراک تبلیغاتیش رو با انواع اقسام پوشش ها آماده میکنه. همین صحبتی که شما کردین یکی از این هاست، نمیخوام بگم تنها ولی مهمترینش در لااقل سالهای اخیر همین بوده. از سال 2009 که امریکا رسما حفاظت اشرف رو به عراقی ها تحویل داد، از همون زمان داستان ارسال مامورین وزارت اطلاعات تحت پوش خانواده و بعد گذاشتن بلندگوها برای شکنجه روانی اشرف و بعد همین داستان رو سر لیبرتی تکرار کردن و اخیراً همونطور که در جریان اخبار هستید باز اخیراً تحت همین پوش تعدادی از مزدورانش رو حول و حوش کمپ لیبرتی آوردن و دست به همون تحریکات زدن. طبیعتاً میشد انتظار داشت که رژیم از جایی گزیده شده و طبعاً قصد انتقام کشی و انتقام جویی داره و اینها رو بهانه برای این کار قرار داده. خب چرا میخواد نابود کنه کمپ لیبرتی رو، ساکنان کمپ لیبرتی رو؟ آیا مسئله برجام الان مطرح هست؟ آیا شکستایی که توی سوریه داره میخوره کدومش هست؟ شما به هر حال به 2 تا از مهمترینش اشاره کردید. طبیعتاً رژیم هماورد خودش رو در
قوی ترین و سازمان یافته ترین اپوزیسیون خودش در هیبت سازمان مجاهدین خلق که اکثر اعضای اون الان در کمپ لیبرتی هستن میبینن، وگرنه با هر منطقی، حتی منطق کودکانه یا ساده لوحانه یا حتی منطق ضد بشری، اگر واقعا رژیم ارزشی برای این به اصطلاح دشمن خودش قائل نبود که دست به چنین کارهایی نمیزد، طبیعتاً هدف خودش رو نابودی فیزیکی مجاهدین و مبارزین میدونه. این کار رو از زمان خمینی شروع کرد، از قتل عام زندانیان سیاسی در جریان زهر خوران آتش بس شروع کرد و همین روزها میبینین که در کانالهای مختلف تلویزیونهای رسمی رژیم به انواع اقسام اعتراف میکنن به اون قتل عام و بعد تهدیدی که از جانب مجاهدین برای سرنگونی این نظام میدونستن و الان هم خارج از اون نیست. طبیعتاً واقعیتش رو بخواید، به خصوص بعد از هلاکت برجسته ترین مزدورانش در سوریه از جمله پاسدار همدانی، من اگرچه شاید حرف درستی نباشه که میزنم، ولی واقعا انتظار یک انتقام کشی از رژیم رو داشتم. و بعد زهرخوران برجام به هسته‌ای هم که به روی اون اضافه شد، ترکیب همه این شکست ها، مسائلش در یمن و به خصوص در خود داخل کشور، میخواست که چنین انتقامی بکشه که اینطور وانمود بکنه که جانشینی در واقع برای جایگزین شدن خودش نداره و به طرفهای غربی و مماشاتگران این پیام رو برسونه که خب اینها هم نابود شدن. ولی اگرچه بسیار دردناک و سینه سوز بود این حمله موشکی مثل حملات قبل، ولی مجاهدین هم اعلام کردند که تا به اصطلاح آخرین نفر و آخرین نفس هدف و قصدشون سرنگونی این نظام ضد ایرانی و ضد مردمیه. درست، منم یک ویدیوی چند ثانیه‌ای دیدم دیروز از کمپ لیبرتی بعد از بمباران، چند نفر داشتن ترتمیز میکردن محوطه رو و به هر حال خیلی انگیزاننده بود که خامنه ای رو مخاطب قرار دادن که یکیشون میگفت چه با موشک چه بی موشک ما سرنگونت میکنیم و مش حواله خامنه ای میداد. بله، فکر میکنید که چرا مجاهدین اینقدر مقاومت میکنن؟ چون من با خیلی صحبت کردم میگن که واقعا هر کسی دیگری بود یا هر سازمان دیگری بود، با این همه ضربه که خورده بود، با این همه فشار که روش بود، یا متلاشی شده بود یا اینکه تسلیم میشدن و پراکنده میشدن. چرا مجاهدین ایستادن؟ والا فکر میکنم که از بدو تأسیس سازمان مجاهدین، ولی به خصوص در سالهای اخیر و بعد از انقلاب و از مخالفت با نظام ولایت فقیه که در واقع یک آخوند رو به عنوان به اصطلاح خودشون چوپان گله مردم حساب کردن، مجاهدین با این اندیشه از بدو تأسیس این نظام کنونی بنای مخالفت گذاشتن، نه برای به قدرت رسیدن. حرفشون از روز اول هم همین بود، تا اونجایی هم که تونستن با همین رژیم در اوائل در واقع از سر مدارا رفتار کردند، اما از جیب مردم ایران پرداخت نکردند. از اونجایی که هدفشون و قصدشون فقط حفظ خود نبوده، هدفشون آزادی مردم بوده و آماده پرداخت بها، همونطور که مصدق کبیر گفته بود، همونطور که بنیانگذاران سازمان گفتن، همونطور که بنیانگذاران سازمان‌های انقلابی دیگه از جمله سازمان شریک‌های فدایی خلق در اون زمان گفتن، و بسیاری از مبارزین که الزاماً وابستگی حزبی و سیاسی هم نداشتن، اما همگی حول یک چیز متحد بودند که برای آزادی باید بهای اون رو پرداخت، و مجاهدین سوگند خوردن و اعلام کردند که حاضر به پرداخت این بها تا آخرین نفر و آخرین نفس هستند، چون یک هدف دارن. مبارزشون بی هدف نیست، برای به قدرت رسیدن هم نیست، هدفشون آزادی مردم دلبندشون در ایران اسیره، و فکر میکنم که این هدف براشون بزرگترین انگیزه است که خارج از هر گونه ملاحظه سیاسی، چه با ابرقدرت یک جهان به اصطلاح امریکا باشه، چه با رژیم ولایت فقیه و خامنه‌ای ملعون باشه، چه با دست نشانده هاش در عراق و سوریه باشه، سر این موضوع تعارف با احدی ندارن و به همین دلیل خب بهای سنگینی تا الان پرداخت کردن و باز هم آماده خواهند بود.
بله، یک ترانه هم گویا همین بعد از بمباران تولید شده در کمپ لیبرتی به نام روز حساب، که بعد از گفتگوی با شما این رو حتما امروز پخش خواهم کرد. آقای گلستانی، میدونید که واکنش های بسیاری در محکومیت این حمله منتشر شده، هم از مقامات آمریکایی، مقامات بین المللی، سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. من جالب بود برام که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا محکوم کرده بود این رو به شدت، البته به قاطعیت، ولی در آخر گفته بود که از دولت عراق میخواد که در رابطه با حمله موشکی به کمپ لیبرتی تحقیق بکنه. ولی به نظرم میاد که تنها آمریکایی که موضع محکمی داشت نسبت به این حمله آقای شرمن بود، که گفته بود کمک‌های مالی آمریکا به دولت عراق باید به تأمین امنیت لیبرتی مشروط بشه. سوالم این است که آیا مسئولیت این کار اگر عملی بشه با اوباماست، یا اینکه کنگره و سنا تو این زمینه تصمیم گیری میکنن؟ طبعا کنگره و سنا میتونن نقش تعیین کننده داشته باشن. تمامی تصمیمات مالی و بودجه امریکا، کما اینکه در همه کشورهای دموکراتیک دیگه، نهایتا باید از تصویب کمیته های مختلف در به طور مشخص در امریکا در کنگره بگذره. اگر که یادتون باشه، حتی سال گذشته و دو سال پیش هم در یک لایحه الحاقی بودجه امریکا بندی رو کنگره به تصویب رسوند که به امضای اوباما رسید، که وزارت خارجه امریکا رو مکلف به دادن گزارش در مورد شرایط لیبرتی کرده بود. البته وزارت خارجه با ناجوانمردی کامل در واقع این رو نادیده گرفت، یا خواست که به نوعی سفیدشویی بکنه با یک سری گزارشات مختلف. ولی حرف سر اینه که چیزهای بودجه‌ای و مالی امریکا نهایتاً با کنگره و سنای امریکا تعیین تکلیف میشه، و اگر که نمایندگان امریکا در واقع به این قطعیت برسن که بسیارشون همونطوری که اشاره کردین، آقای براد شرمن و سایرین، خود سناتور جان مک‌کین از هر دو حزب، هم جمهوری خواه و هم دموکرات، محکوم کردن این حمله رو، میتونیم که در واقع دولت اوباما رو مجبور به موضع‌گیری عملی برای حفاظت از ساکنین لیبرتی بکنیم. فکر میکنم که دیگه زمان موضع‌گیری های لفظی و محکومیت های روی کاغذ گذشته. چه کسی نیست که چنین حمله سبعانه ای رو محکوم نکرده باشه؟ همه محکوم کردن، چون ما اشاره کردید بانکیمون محکوم کرده، سازمان ملل، دولت نمیدونم انگلستان، دولت آلمان. ولی اون چیزی که برای خود من لااقل بسیار انگیزاننده بود، اتحاد عمیق زندانیان سیاسی در محکوم کردن این حمله بود. کسانی که حتی یا سابقه شناختی از مجاهدین ندارن، ولی در امضای بیانیه بسیار قاطع و محکم که در همین بیانیه در واقع مجاهدین رو هماورد این رژیم و مقاومت اونها رو بسیار ستایش کردند، همگی زیر همین بیانیه رو اومدن امضا کردند، و این نشون میده که تمامی توطئه های رژیم علارغم هر میزان کشته ای که از مجاهدین یا سایرین بگیره، نقش بر آب تا همین الانش شده. به هر حال سوالی که مطرح کردین، طبعا کنگره رو نقش اساسی خواهد داشت. آقای گلستانی، با توجه به اینکه دولت جدید کانادا هنوز کابینش رو معرفی نکرده، آیا فعالیت‌های شما داشتین توی کانادا، تماسی گرفتین یا انعکاسی از طرف مقامات قدیمی کانادا شاید دیده باشید؟ بله، تماس‌هایی گرفته شده، ولی همونطوری که خودتون اشاره کردین، در این چند روز در واقع بسیار همه در تک و تاب انتخاب دولت جدید و وزرای جدید و مسئولیت‌های جدید هستند، و حتی نمایندگان قدیمی‌تر، حتی اونهایی که الان در دولت نیستن، از حزب محافظه‌کار و به مناسبت‌های مختلف از ساکنین لیبرتی حمایت کردن، مثل آقای جیمز بزن، و بیانیه‌های منتشر کردن. به هر حال در حال نقل و انتقال مسئولیت‌ها و کارهای مختلف بودن، ولی در تماس‌هایی که با نمایندگان هم حزب کنونی حاکم، حزب لیبرال داشتیم، و هم حزب محافظه‌کار، این حمله رو به طور بی‌سابقه‌ای مثل سایر همتایانشون در سایر پارلمان‌های اروپا یا امریکا محکوم کردن. واکنش جامعه ایرانی خارج کشور چگونه بوده نسبت به این حمله؟ جامعه ایرانی خارج از کشورم به طور واقعی در یک اقدام هماهنگ، میخوام بگم از همه طیف‌های مختلف، حتی طیف‌هایی که الزاماً به لحاظ سیاسی شاید چندان وابستگی یا
به هر حال اختلافاتی با مجاهدین داشته باشن در محکومیت این متحد بودن. ولی در همین جا میخواستم اشاره بکنم به نقش مزدوران رژیم در خارج از کشور، که حتی در این حمله متاسفانه به جای نمیشه حتی لغت متاسفانه رو به کار برد، به هر حال نقش مزدوریشون رو ایفا دارن میکنن و برای رژیم خدمت میکنن، که حتی در این حمله برخلاف زندانیان سیاسی که زیر تیغ رژیم هستن، ولی اومدن نوک حملاتشون رو متوجه سازمان مجاهدین و رهبری اون قرار دادن. دقیقاً چیزی که رژیم به اون احتیاج داره و دنبال همینه، که برای همه اونهایی که اندکی شک داشتن در وابستگی این مزدوران، فکر میکنم همین حمله و موضع‌گیری اونها برای اونها به وضوح عیان کرد که اینها که هستند، اهداف چه کسی رو دنبال میکنن و تا کجا حاضرن در لجنزاری که در اون فرو رفتن پیش برن و خودشون رو بیش از این در واقع به این لجن آلوده بکنن. آقای گلستانی، خبری من جایی دیدم که گویا جیش المختار مسئولیت این حمله موشکی رو به عهده گرفت. آیا این خبر صحت داره؟ والا این خبر رو خود رژیم منتشر کرد. تا اونجایی که میدونم خبرگزاری سپاه پاسداران این رو منتشر کرد. ولی اگر یادتون باشه اصلا اون مسئول جیش المختاری که میگن، که البته همون جیش المختار در همان زمان خودش به ارتش مختار، اون هم وابسته کامل به رژیم بود، ولی لااقل تا اونجایی که ما میدونیم اون سردستشون در مدتی پیش لااقل اعلام کردن که یکی از سردستگان اصلیشون به هلاکت رسیده. ولی چه این خبر صحت داشته باشه یا نداشته باشه، یک چیز رو بیش از پیش ثابت میکنه، این که رژیم آخوندی و خامنه‌ای ملعون و وزارت اطلاعاتش و مزدورانش تحت پوش خانواده و بقیه دستور مستقیم این حمله رو دادن. حالا چه به عنوان جیش المختار باشه، چه به عنوان حزب الله لبنان یا عراق باشه، و چه به عنوان سپاه پاسداران، تو این شرایطی که رژیم به هر خس و خاشاکی دست میزنه که خودشو پیش دولت‌های مماشاتگر لوس بکنه، از برجام گرفته تا ظاهر شدن اینکه ما حاضریم سر سوریه معامله بکنیم، حتی اسد بره، طبیعتا نمیاد که مستقیما مسئولیت چنین حمله بزدلانه ای رو بر عهده بگیره. این رژیم حتی توان مثل خمینی رو نداره که با یک فتوا دستور قتل عام مجاهدین اسیر در زندانهای رژیم رو داد. خامنه ای به قول معروف پشم و پلیش بسیار ریخته تر از اینه که بتونه حتی ادای خمینی رو در بیاره، ولی مزدورانش از قاسم سلیمانی گرفته، فرمانده سپاه قدس، نیروی به صلاح برومرزی سپاه پاسداران، تا سایرین، چون اونایی که در سوریه هستن طبیعتا همگی دستشون به خون مبارزین و مجاهدین آغشته است و باید حساب پس بدن. درسته. یکی از دوستانم آقای گلستان دیروز به من گفت که از داخل ایران بهش خبر دادن، خبر حمله موشکی رو داده بودن و ابراز نگرانی البته کرده بودن. آیا رژیم خبر این حمله رو مستقیما پخش کرده از رسانه‌هاش، و اگر این کارو کرده چه هدفی داره؟ رژیم البته بعضن دست از با خطا میکنه و محاسبات خودش رو هم به هم میریزه. رژیم خبر این حمله رو اعلام کرد، نمیدونم مستقیم یا بلافاصله اعلام کرد یا نه، ولی به هر حال بعدش اعلام کرد. ولی من هم یک خبر دیگه ای داشتم که بعد از اعلام خبر حمله موشکی به لیبرتی، در زندانهای رژیم یکی از زندانیان سیاسی بلافاصله بعد از شنیدن این خبر فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه، در واقع شعار محوری مقاومت رو در زندان سر میده، که شما میدونین برای کسی که زیر تیغ رژیمه، خامنه ای ملعون بالای سرش نشسته، چنین شعاری رو دادن یعنی پذیرای همه چیز شدن. و این که در زندانها چنین عکس العملی رو میبینیم، طبیعیه که در جامعه چجور عکس العملی رو میتونیم از اون انتظار داشته باشیم. درسته. از روز پنجشنبه تا همین امروز هم ایرانیان هم هواداران مقاومت جلوی سفارت آمریکا جمع شدید، خود شما هم اونجا بودید، تا الان هم از همونجا اومدید، خسته نباشید، و دارید روزانه اعتراض میکنید. میخواستم ببینم دلیل اعتراضتون چی هست و چرا مسلح شدن ساکنین لیبرتی رو شما مطرح میکنید؟ مسلح شدن ساکنین لیبرتی بر اساس یک قول، اون هم قول مکتوب، نه فقط قول شفاهی دولت امریکاست، که در قبال تحویل سلاح‌های مجاهدین مسئولیت حفاظت اونها رو به عهده گرفت. مجاهدین از روز اول اعلام کردن، فکر میکنم یکی از شعارهایی که بعد از خلع سلاح مجاهدین
من دیدم که در داخل کشور روی خیابان‌ها نوشته بودند بسیاری از هواداران مقاومت این که مجاهد بی سلاح قلب ما سلاح توست. این نشون میده که همونطوری که منتظری بعد از اون قتل عام وحشیانه زندانیان سیاسی اعلام کرد، مجاهدین فقط یک گروه نیستن، یک ایده هستن، یک اندیشه هستن، اونم اندیشه آزادی و رهایی برای مردم، چه با سلاح چه بی سلاح، هدفشون یک چیز بیشتر نیست و مقاطع مختلف مبارزاتی چیزهای مختلفی رو طلب میکنه. ولی نکته‌ای که در مورد اونها برجسته است اینه که در هر مقطعی به ضرورت‌های مبارزاتی پاسخ دادن و شونه از اون خالی نکردن. الان بحث تسلیح مجدد بحث جدیدی نیست، حرف سر اینه آقای امریکا، تویی که اومدی به مجاهدین و ساکنین لیبرتی با قول حفاظت، یک، اونها رو بی خانمان کردی و از اشرف به لیبرتی کشوندی، دو، قول حفاظت مکتوب در یادداشت تفاهم سال 2011 بین دولت امریکا، دولت عراق و ساکنین لیبرتی و یونامی امضا کردی و به تک تک اونها در واقع افراد حفاظت شده اعلام کردی، یا این قولت رو عمل بکن. اگر توان عمل کردن به این قولت رو نداری، به دور قبلی که لااقل خودشون رو مسئول حفاظت از خودشون قرار بدی. حرف بر سر اینه، وگرنه حرف دیگری نیست. ولی اصل مطلب آقای گلستانی بود که کمپ لیبرتی قرار بود ترانزیت باشه برای انتقال به کشورهای اروپایی آمریکا. گره کار الان کجا هست؟ چرا کشورهای اروپایی، البته به غیر از آلبانی که تعدادی رو پذیرفته، کشورهای دیگه پا پیش نمیگذارن و منتقل نمیکنن افراد اونجا؟ گره کار هم باز متاسفانه باز به خود امریکا برمیگرده. متاسفانه حتی سایر کشورها هم در این زمینه به امریکا نگاه میکنن. در همین بیانیه آقای کری که شما اشاره کردید و با شدیدترین وجه حمله به لیبرتی رو محکوم کرد، در همین بیانیه از سایر کشورها خواست که قدم پیش بگذارن و برای باز اسکان ساکنین لیبرتی در واقع پیش قدم بشن. درست. ولی بقیه هم به حرف نگاه نمی کنن، به عمل نگاه می کنن. میگن که توی امریکا که حاضر نیستی حتی یک نفر از ساکنین لیبرتی رو بپذیری، چطور از ما میتونی انتظار داشته باشی که ما بیایم تعداد زیادی از اونها رو بپذیریم؟ و در واقع میگن 200 گفته چون نیم کردار نیست. این بسیار بارزه در صحبت‌های جان کری که از بقیه میخواد که پا پیش بگذارن، در حالی که خودش که بسیاری از فرماندهان امریکایی که در اشرف خدمت کردن اذعان کردن، از جمله آقای سرهنگ وسلی مارتین یا جنرال فیلیپس، که امریکا توان این رو داره که حتی به صورت موقت ساکنین رو تا تعیین تکلیف پناهندگیشون، تا باز اسکانشون در کشورهای پناهنده پذیر موقتا جا بده تا از تیررس رژیم در امان باشن، ولی وقتی پاپیش نمیذاره طبیعتا این به عنوان مانع برای سایر کشورها عمل میکنه. خب چجور میشه این مانع رو از سر را برداشت؟ فشار سیاسی، طبیعتا باید فشار سیاسی آورد و اینکه اجازه ندیم هیچ دولتی و هیچ کشوری با مماشات با رژیم آخوندی از جیب مردم و از جیب مجاهدین بخوان جیب خودشون رو پر بکنن. از جان، اون هم جان عزیزترین، فداکارترین، واقعا پیشتازترین فرزندان این مرز و بوم که تاریخ معاصر ایران کمتر به خودش دیده، از جیب اونها بخوان بهای مماشات و برجام و برشام و فرجام و انواع اقسام جامهای مختلف خودشون رو رنگین و پر بکنن. این وظیفه ما ایرانیان خارج از کشوری که توانش رو داریم از آزادی‌های نسبی که در خارج برخورداره بتونیم استفاده بکنیم و صدای خودمون رو به شدیدترین وجه به گوش اونها برسونیم. بله، امیدواریم. آقای شهرام گلستانی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادید. امیدوارم که هموطنانمون در و پناهندگان کمپ لیبرتی هر چه سریعتر به خواسته‌هاشون برسن. من هم از وقتی که شما در اختیار من دادین بسیار تشکر می‌کنم و مجدداً از همه شنوندگان رادیو ایراوا هم تشکر میکنم که به این بحث گوش دادن. روزتون بخیر. روز شما بخیر.
دلیل میآید روز حساب. صدای مادران بی صدایم از اینجا تا اوین ره میگشایم، چه باک از داغ و دشنه تیغ و تهمت که من با درد مردم آشنایم. خوشا که در راه آزادی خلق همیشه من نخستین خون بهایم، منم آن باغ پیوسته شکوفا ز خون شرح شرح لاله ها. Shake it.